دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید. تو این جلسه می‌خوایم با هم مثال از تصاعد هندسی حل بکنیم. اولین مثالی که حل میکنیم اینه. جمله اعداد 12 و 96 رو بهمون به دادم دادن و گفتن 12 جمله سوم و 96 جمله ششم یک تساوی هندسی. از ما خواستم قدر نسبت رو محاسبه کنیم. اگر یادتون باشه، اگر آن جمله ای از تصاعد هندسی باشه و آن هم جمله دیگه ای از تساوی هندسی باشه، حاصل تقسیم این دوتا بر هم دیگه برابر میشه با قدر نسبت به توان n منهای از همین رابطه اینجا استفاده میکنیم میگیم که اینجا جمله شیشم رو داریم و جمله صفر من این دوتا رو میگم اگر بر هم تقسیم بکنم حاصل میشه قدر نسبت به توان 6 منهای سه پس در نتیجه اینجا قدر نسبت به توان سه برابر با 96 به تقسیم بر دوازده و چون بچه ها من میخوام شما را از شر اشتباهات محاسباتی خودم به دور بدارم میان براتون ماشین حساب استفاده میکنم ولی شما خودتون اینا رو دستی حساب بکنید 96 تقسیم بر 12 ببخشید یه, لحظه هم صفحه آبی شد میشه 8 خب در نتیجه نتیجه میگیریم که Q3 برابر شده با 8 وقتی که کیو سه برابر با هشت باشه در نتیجه کیو برابر با دو بوده ما گفتیم جمله سوممون آ سه دوازده بوده آ چهار بچه ها پس چند بوده؟ زبدر دوازده زبدر دو میشه بیست و چهار آ پنج چهل و هشت و آ شیش همونطور که توی مسئله هم داده بود به دست میاریم نود و شیش خب حالا سوال بعدی که حل بکنیم بچه ها به ما عدد دو صد و شست رو دادن گفتن سه عدد بین این دو عدد, عدد قید بکنید که هر پنج عدد تشکیل یک تصاعد هندسی بده در واقع ما بین دو و 162 و شست سه عدد قید بکنیم به طوری که دو برابر باشه با آ یک و آ یک یعنی جمله اول یک تصاعد هندسی و 162 بشه جمله پنجم چرا میشه جمله پنجم چون ما سه تا عدد گذاشتیم بین دو و 162 پس این جمله اول جمله دوم جمله سوم جمله چهارم و 162 میشه جمله پنجم و حالا ما میخوایم این سه تا عددی که باید این بین قرار یعنی آ دو آ سه و آ چهار رو حساب کنیم. دوباره از همون رابطه استفاده میکنیم که میگیم A5 تقسیم بر A1 برابر میشه با Q به توان 5 منهای 1 در چه Q4 خب پس من دوباره میگم که Q4 برابر با 162 تقسیم بر 2 من فکرم اینو استثناءن با دست میتونم حل بکنم 162 تقسیم بر 2 میشه 81 پس هرچه q چهار برابر با 81. پس چه عددی به توان چهار برسه شده 81؟ جواب ما میتونه کیو یا مثبت سه باشه یا منفی 3. مثبت و منفی 3. هر دوتاشون اگر به توان چهار برسم میشه 81. حالا اگر ما در نظر بگیریم که کیو برابر با 3 بوده جملاتمون از این قرار میشه. میشه 2 6 18 18 ضرب در 3 بچا چی میشه 54 درسته و 54 ضرب در 3 میشه 162، و و من دارم این جلسه آبروداری میکنم بچه ها در این سه محاسبات رو دستی انجام میدم و حالا اگر فرض کنیم قدر نسبت منفی 3 بوده باشه جملاتمون از این قرار بشن 2 2 ضرب در منفی 3 میشه منفی 6 منفی 3 ضرب در منفی 6 میشه 18 18 ضرب در منفی 3 میشه منفی 54 و, و منفی 54 ضرب در منفی 3 میشه 162 خب این دو تا مثال خیلی ساده شاید نه خیلی ساده ولی مثال های به نسبت راحتی بود که با هم دیگه از تساعد هندسی حل کردیم. مرسی که تو این جلسه با من بودید توی جلسه بعد ما پس تساعد هندسی رو ادامه میدیم فعلا خدافه